با سلام و بر رویدادهای ورزشی این ساعت نیز توجه فرمایید. هفته هفتم و آخرین هفته از رقابت‌های لیگ فوتسال کابل به پایان رسید. در آخرین روز از رقابت‌های دومین دور لیگ فوتسال کابل، روز گذشته فاینل این رقابت‌ها برگزار شد که با پیروزی ستاره آزادی در گروه الف و امید وزیرآباد در گروه بی همراه بود. در این روز اتحاد تیم امید وزیرآباد و ستاره آزادی از گروه بی مسافه یکدیگر رفتند که در پایان بازیکنان تیم وزیرآباد موفق شدند با نتیجه 3-2 حریف خود را شکست دهند و مقام نخست گروه بی را به دست آورند. دومین دیدار را نیز دو تیم ستاره آزادی و پوانتون دنیا برگزار کردند که تیم ستاره آزادی با حساب 4-2 بر حریفش غالب شد و مقام نخست گروه الف را از آن خود کرد. در پایان این رقابت‌ها با تیم‌های اول و دوم هر دو گروه جوایز نیز اهدا شد. هدف اصلی ما که است می‌خوایم که تیم امی مسابقات فوتسال و همچنین رشته فوتسال در افغانستان رشد پیدا کنه و همچنین این مسابقاتی که ما گرفته بودیم برای ارتقای تیم‌های گروه‌های بی به الف از الف به برتر بود و همچنین بازیکن‌های منتخب شهر کابل رو بتونیم انتخاب کنیم. این رقابت‌ها با حضور 37 تیم در گروه الف و ب برگزار شده بود که مدت 7 هفته را در بر گرفت و سرانجام روز گذشته خاتمه یافت. این مسابقات که از سوی فدراسیون این رشته راه اندازی شده بود، به دلیل کمبود سالن ورزشی در کابل هفته یک بار برگزار می‌شد. قرارداد گواردیولا با بارسلونا یک سال دیگر تمدید شد. سرمربی باشگاه بارسلونا اسپانیا با حضور در دفتر مدیر عامل قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کرد. پیش از این قرار بود گواردیولا قرارداد 3 ساله منعقد کند، اما روسل این قرارداد را مردود و غیر رسمی اعلام کرد و گفت بهتر است تنها برای یک سال آینده در خدمت گواردیولا باشیم و بتوانیم در پایان فصل براحتی در مورد وی تصمیم بگیریم. گواردیولا تا پایان 30 جون سال 2011 سرمربی بارسلونا خواهد بود و خبر مربوط به قرارداد 3 ساله گواردیولا با بارسا از سوی تمامی سایت‌های خبری اروپایی تکذیب شده است. رکابزن اوکراینی قهرمان مرحله کریتوریوم شد. مرحله کریتوریوم تور بین المللی بایسکل رانی چین با برتری رکابزن اوکراینی به پایان رسید. این مرحله از تور بین المللی کوینگ هایت با مسافت 72 کیلومتر با حضور 170 رکابزن در شهر هوژوا برگزار شد که یوری از اوکراین با زمان 1 ساعت 32 دقیقه و 18 ثانیه اول شد. پاولو دینکری از ایتالیا دوم و بوریس از روسیه سوم شدند. مرحله نخست تور با مسافت 171 کیلومتر در مسیر شهرهای ژینینگ و تانگرین برگزار شده بود. این بود خبرهای ورزشی این ساعت. با تشکر از توجهتان پایان مجموعه خبری در این ساعت. سپاس از توجهتان. خدا نگهدار.